این شورا الان یک وظیفه داره، یا اینکه حمایت کنه از امنیت و صلح بین المللی همونطور که پایه‌گذاران سازمان ملل قصدشون بود، یا اینکه اجازه بده که تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران منقضی بشه و اون وقت یعنی به این منشور سازمان ملل خیانت کنه. تأکید آمریکا در شورای امنیت بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. نمایندگان چین و روسیه از ایالات متحده انتقاد کردند. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم این کشمکش به کجا می‌رسد. در ادامه برنامه امشب، مدیر کانال جنجالی آمد نیوز به اعدام محکوم شد. قوه قضاییه می‌گوید حکم روح الله زم قابل فرجام خواهی است. انفجار شدید در خیابان شریعتی تهران. گزارش‌ها حاکی از آتش گرفتن یک درمانگاه است. یکی از دوستان به من گفت که خب تو که بچگی با دستت فوتبال بازی می‌کردی، یه رکورد ثبت کن. توپو بنداز تو حلقه بسکتبال رو زمین. و تلاش ورزشکار معلول ایرانی برای ثبت گل‌هایش در گینس. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پایان دادن به تحریم‌های تسلیحاتی ایران را خیانت به رسالت سازمان ملل دانست. مایک پومپئو از این نهاد خواست که با تمدید این تحریم‌ها در جهت برقراری صلح و امنیت بین‌المللی گام بردارد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در پی توافق برجام به تصویب رسید، تحریم تسلیحاتی ایران روز 27 مهر ماه به پایان می‌رسد. اما آمریکا کارزاری با هدف تمدید این تحریم‌ها به راه انداخته. در ادامه نشست امروز دیگر اعضای شورای امنیت هم سخنرانی کردند. چین و روسیه از عملکرد آمریکا انتقاد کردند. همزمان بریتانیا، فرانسه و آلمان از فعالیت‌های تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کردند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. این تصویر تا اندازه عجیب و مبهم در واقع جلسه شورای امنیت سازمان ملل است برای بررسی برجام، اقدامات هسته‌ای ایران و البته اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت در ارتباط با ایران. جلسه‌ای که در آن گزارش آنتونیو گوترش درباره برخی اقدامات ایران قرائت شد. گزارشی که در آن ایران به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت متهم شد. بر اساس یافته‌های فنی و همچنین بررسی اطلاعاتی که توسط ایران ارائه شد، دبیرکل به این نتیجه رسید که موشک‌های کروز و پهپادهایی که در حمله به عربستان استفاده شدند، منشأ ایرانی داشتند. در همین جلسه نماینده اتحادیه اروپا نیز بیانیه این اتحادیه را قرائت کرد. بیانیه‌ای که در آن بسیاری از مواضع اروپایی‌ها در حمایت از برجام تکرار شد. در این بیانیه همچنین به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال فعال شدن گزینه ماشه توسط آمریکا برای بازگشت تحریم‌های جهانی ایران اشاره شد و تأکید شد که آمریکا از برجام خارج شده، کشوری که همین حالا هم ایران را تحریم کرده. و البته سخنرانی نماینده‌اش یکی از مهمترین بخش‌های همین جلسه شورای امنیت بود. بند یک منشور سازمان ملل میگوید که وظیفه این سازمان دست زدن به اقدامهای گروهی برای جلوگیری و از بین بردن تهدیدهای صلح است. با توجه به مستندات بیشماری که ارائه کردم، اگر ایران تهدیدی برای صلح نیست که نیاز به اقدام گروهی داشته باشد، من نمیدانم دیگر چه چیزی است. این شورا باید جلوی دیپلماسی اخاذی بایستد. و سرانجام پاسخ ایران نیز چنین باشند. بنابراین یا باید این اعضای باقی مونده به تعهد خودشون عمل کنند و به صورت واقعی بدون تأخیر بیشتر زیان ایران رو جبران کنند، یا اینکه ایران گزینه‌ای نخواهد داشت مگر اینکه تعادل لازم رو تا حدی برقرار کنه و بعضی از موارد همکاری خودش رو در برجام معلق کنه. پرسش‌های اصلی هم از اینجا ریشه می‌گیرند. توافق برجام، جایی که حکومت ایران با قدرت‌های جهان معامله دیپلماتیک انجام داد که در آن هر دو طرف چیزهایی به دست آوردند و چیزهایی هم از دست دادند. مثلا ایران برنامه هسته‌ای خود را محدود کرد و در مقابل تحریم‌های سختگیرانه‌ای هم لغو شد. اما دستاوردهای برجام به برنامه هسته‌ای ایران محدود نماند. این توافق در نهایت در شورای امنیت با تصویب قطعنامه شماره 2231 به بخشی از قوانین بین المللی در چارچوب سازمان ملل تبدیل شد که در آن موضوعات بیشتری نیز مطرح بود.
آنچه امروز از قطعنامه مایه دعوای شدید ایران و آمریکاست، یکی از بندهای ضمیمه دوم قطعنامه است که بر اساس آن 5 سال بعد از تصویب برجام همه کشورها اجازه دارند این تسلیحات را به ایران بفروشند یا در اختیار ایران بگذارند. تانک، خودروهای زرهی، سیستم‌های توپخانه با کالیبر بالا، هواپیماهای جنگنده، هلیکوپترهای نظامی، کشتی جنگی و البته موشک و سیستم‌های موشکی. خیلی خلاصه، کابوسی برای همه کشورهایی که در حال حاضر در فهرست دشمنان جمهوری اسلامی ایران طبقه بندی می شوند. به این لحظه در واقع قرار بوده پایان همان کابوس باشد. اینکه در نهایت برجام از هم بپاشد و عدم اجرای آن موجب شود تا تحریم‌های سختگیرانه‌ای علیه ایران بازگردند. گزینه‌ای که هنوز هم از بین نرفته و اگر واشنگتن موفق نشود تحریم‌های بین‌المللی تسلیحاتی ایران را تمدید کند، کماکان به دنبالش خواهد بود. کیوان حسینی، بی بی سی. بهمن کلباسی خبرنگار ما از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، دنبال کردی تمام این جلسه رو؟ چه چیزی شفاف شد برای ما بعد از این جلسه؟ مشخص شد که گام اول آمریکا برای اینکه در یک پیشنویس قطعنامه‌ای که توضیح کرده بتواند تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو تمدید بکنه با موانع خیلی جدی روبروست و تقریبا میشه با قاطعیت گفت که تصویب نخواهد شد اگر حتی تصمیم بگیرن که رأی بگذارن این پیشنویس رو. روسیه و چین که مشخصا گفتن باش مخالفن و وتو خواهند کرد، حتی معلوم نیست که 9 رأی لازم رو بیاره، چون هیچ نشانی از این وجود نداشت که اروپایی ها بخوان به این قطعنامه رأی مثبت بدن. حالا ممکن است رأی ممتنع بدن، ممکن است هم حتی مخالفت کنن، ولی فعلا در این مقطع از صحبت های 3 سفیر بریتانیا، فرانسه و آلمان نشانی وجود نیامد، وجود نداشت در این صحبت ها که بشه گفت که اونها نزدیک شدن به موضع آمریکا و حاضرن که به این قطعنامه رأی مثبت بدن. اما باید یادآوری کنیم که آمریکایی‌ها با علم به این که این قطعنامه و این پیشنویس به جایی نخواهد رسید، اون رو روی میز گذاشتن تا گامی باشه برای اینکه در قدم بعدی بگوین حالا که این تحریم‌های تسلیحاتی تمدید نشده، اون وقت ما مجبوریم از مکانیزم ماشه استفاده کنیم که همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های تسلیحاتی رو باز می‌گردونه در مهر و آبان ماه. و این سوال اصلی رو به اینجا مطرحه که کشورهای دیگری که مخالفن با اینکه آمریکا از این مکانیزم حق داره استفاده بکنه یا باید استفاده بکنه، چگونه موضع میگیرن و در شورای امنیت چه اتفاقی خواهد افتاد. از صحبت‌های امروز مشخص بود که خب چین و روسیه مثل قبل گفتن که ما معتقدیم آمریکا حق نداره از چنین مکانیزمی استفاده کنه، چون دیگه جزوی از برجام نیست، مشارکت نمی‌کنه در برجام. و اروپایی ها هم در عینی که اون موضع قبلی که معتقدن مخالفن رو تکرار کردن، در صحبت های سفیر آلمان یک جمله‌ای هم بود که گفت من همراهی می‌کنم با صحبت های سفیر چین در مورد مکانیزم ماشه. در نتیجه ممکن است که اروپایی ها مخصوصا آلمان حالا یک گام خیلی گامی برداشته بشه به سمت موضع چین و روسیه. باید دید در عمل آیا این رو غیرقانونی خواهند خواند یا اینکه در حد مخالفت میمونه. ولی سوال سوم در نهایت این است که اگر آمریکا صرف نظر از اینکه اروپایی ها و روسیه و چین چه بگویند این کار را بکند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اون وقت این بخشش رو در صحبت های آقای ظریف کم و بیش دیدیم که در عینی که شدیداً نه فقط به آمریکا بلکه اروپایی ها رو مورد حمله قرار داد و گفت شما هستید که به تعهداتتون عمل نکردید، ولی در ضمن گفت که اگر که چنین گامی برداشته بشه اون وقت ما هستیم که باید راهی نداریم جز این که مثلا مقابله بکنیم، که دقیقاً ایران چه خواهد کرد رو هم باید صبر کرد و دید. ولی از دید روسیه، چین و ایران، مخصوصا صحبتی که وزیر خارجه ایران کرد، مشخص بود که ناراضی بودن از این تلاش‌هایی که اروپایی‌ها دارن می‌کنن که یک راه میانی پیدا بکنن. دوبار هم جواد ظریف از محمد مصدق هم در آغاز هم در پایان سخنرانیش نقل قول کرد، صحبت‌هایی که 59 سال پیش در شورای امنیت کرده بود. ولی به هر حال در ادبیات آقای ظریف خیلی تندتر از معمولش بود و به شدت اروپایی‌ها رو هم به مورد انتقاد قرار داد که آنچه که اونطور که باید شاید در برابر آمریکایی‌ها نایستادند. متشکرم بهمن کلباسی از نیویورک با ما. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا با ماست و آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای میلانی، با شما شروع بکنیم. جمع‌بندی‌ها اینه که به نظر میاد آمریکا در این مقطع به خواستش نمیرسه. فکر می‌کنید قدم بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
با عرض سلام، کاملا درست میگید. من به نظرم امروز اگر یک جنبندی کلی میشه از صحبت هایی که در شورای امنیت شد بکنیم، اینه که سیاست آمریکا اول تبدیل شده به سیاست آمریکا تنها. یعنی به غیر از خود آمریکا کشوری دیگه ای نبود که از برجام دفاع نکنه و انتقاد شدیدی هم نسبت به خروج آمریکا از برجام نکنه. اما اینکه قدم بعدی چه خواهد بود، به نظر من اگر شورای امنیت تمدید نکنه این تحریم ها رو، که به نظر من تمدید نخواهد کرد، به همونطور که گزارشگر خیلی خوب شما توضیح دادن، ممکنه حتی نه رأی هم نیاره. اون موقع ممکنه اینها سعی بکنن که مکانیزم ماشه رو استفاده کنن و من فکر نمی کنم حتی اگر این کار رو بخوان انجام بدن بتونن موفق بشن. در ذهن در نظر بگیرید که اتفاقی که امروز افتاد ممکنه یه ریسک گونده‌ای هم برای انتخابات دوباره آقای ترامپ بشه، به خاطر اینکه اگر اون برنامه‌ای رو که آمریکا داره نتونه در رابطه با تمدید تحریم‌ها انجام بده، در دو ماه آینده که انتخابات شدید خواهد شد، مبارزات تشدید خواهد شد در آمریکا، به نظر من میتونه ضرر بزرگی به آمریکا بزنه. چیزی که خیلی به نظر من از اتفاقات درون شورای امنیت میتونه مهمتر باشه اینه که شاید کشورهای غربی بتونن یا با چین یا با آمریکا با یک سری قراردادهای مخفیانه از فروش یک سری از اسلحه‌ها به ایران جلوگیری کنن. ما میدونیم که سال 1995 الگور که وزیر که معاون رئیس جمهور آمریکا بود یک موافقتی با نخست وزیر وقت روسیه کرد که بعداً ما دربارش مطلع شدیم و روسیه موافقت کرد که اسلحه‌ای به جمهوری اسلامی نفروشه و در ضمن اروپایی‌ها هم گفتن فارغ از آن چه در شورای امنیت اتفاق میفته آنها به ایران اسلحه نخواهند. آقای آرامش، شما چه فکر میکنید؟ تو میکنید که آمریکا به تنهایی موفق خواهد شد که مکانیزم ماشه رو فعال کنه؟ اینجا بحث برای نیستش که آیا طرف حق داره یا نداره. ببینید، من خودم هم از منتقدین خروج بودم از برجام، هرچند که برجام یک معاهده خیلی جامع و مانعی نبود، بسیار خلع داره، بسیار مشکل داره و بسیار در اون اشکالات زیاد است. اما حالا که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام یک جانبه خروج کرده، خارج شده و هماغم ایالات متحده بر فشار حد اکثری است و تا حالا فشار حد اکثری تا جایی که اگه معیار موفقیتش رو به قول معروف فشار حد اکثر و فشار دوچندان به جمهوری اسلامی بیاریم کار کرده، این روند ادامه پیدا خواهد کرد. تیم آقای ترامپ و تیم آقای پامپئو و تا حدی هم تیم آقای اسپر و اون افرادی هم که در شورای امنیت ملی هستن، در دفتر و در میز ایران هستن، اونها همه تقریبا از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ هدف به هم دستند. اون نظر برای این است که جمهوری اسلامی به زور پاسخ میده، به فشار پاسخ میده. جمهوری اسلامی موقعی که برش فشار هست، تحریم های کمرشکن هست و خطر حمله نظامی یا خطر تحرکات نظامی هست، اون موقع افسار به قول معروف اون از پای تندش رو میکشه و حالا از گروه های نیابتی گرفته یا تحرکات سپاه پاسداران در منطقه گرفته یا تحرکات خودش یا گروه های دیگه، حالا چه گروه های نیابتی چه حکومت های نیابتی در منطقه، از اونها از بزن بهادری اونها میکاهد. مسئله الان اینجاست، ایالات متحده چه به قول دکتر میلانی عزیز تنها چه غیر تنها، با اون وجود اونقدر قدرت و کشش رو داره که بخواد آنچنان دوباره فشار دوچندان بر ایران بیاره. در نظر داشته باشید که هنوز که هنوزه و تا آینده بسیار نچندان تا آینده که چشم فعلا میبینه، ایالات متحده قدرت بلا منازع اقتصادی، سیاسی و نظامی دنیاست. حتی اگر تحت تحریم های یک جانبه هم بگذارن، حتی برای توپ 110 میلیمتری عرض کنم بوزر شما ساخت چین یا ساخت روسیه، اون را هم تحریم بخواد بکند، بالاخره اون کمپانی ها یک کمپانی به قول معروف یک دکانی نیستن که زد و بند مالی با دنیا نداشته باشن. مجبورن زد و بند مالی داشته باشن، مجبورن در مسیرها و خطوط مالی دنیا درگیر باشن و بده بستان داشته باشن، و اگر تحت تحریم قرار بگیرن دیگه نمیتونن نه پولی بستانند، نه پولی و نه جنسی تحویل بدن، نه فقط به مشتری ایرانی بلکه مشتری سنگاپوری، به مشتری سعودی، به مشتری عراقی، به مشتری لبنانی، بالاخره فقط چین و سوریه، چین و روسیه که فقط به ایران اصلا نمیفروشن، از پاکستان گرفته تا کشورهای آسیا میانه تا کشور بسیاری از کشورهای دیگه آسیایی آفریقایی از اونها
تسلیحات می‌خرن. بعضی از کشورهای غربی حتی از روسیه تسلیحات می‌خرن. بزرگترین که اولی مجهزترین فلیت از میگ‌های 29 فولکروم رو آلمان داره، یک کشوری که عضو ناتو است. به خاطر همین منظورم این است که در مجموع اون فشار اقتصادی که ایالات متحده میتونه بیاره، هرچند که به نظر من چه خوب بود که ایالات متحده تنها نبود و نوک پیکانش به تنهایی جلو نمیرفت، ولی یکم مطمئن باشه که بریتانیا، آلمان و فرانسه و متحدین غربی ایالات متحده حتما به اون همراهی خواهند کرد، و دوم حتی بدون همراهی چین و روسیه باز هم این فشار رو میتونه دوچندان بیاره. و مسئله اصلی اینجا جمهوری اسلامی است، مسئله اینجا فقط سیاست‌های درست یا نادرست ایالات متحده و متحدینش نیست، مسئله اصلی تحرکات نابجای جمهوری اسلامی در منطقه است. آقای میلانی، از صحبت‌های آقای ظریف مشخص بود که به هر حال ایران ناراضی از شرایط فعلی، از شرکای ایران در برجام دلخور بود، عصبانی بود. فکر می‌کنید که اگر که آمریکا به این فشارهایی که آقای آرامش اشاره کردند پافشاری بکنه و ادامه بده، ایران کماکان در برجام میمانه؟ سوال بسیار خوبی کردید. فشارهایی که آمریکا به ایران خواهد آورد رابطه‌ای به سازمان ملل متحد نداره، به خاطر اینکه این تصمیم‌های یک جانبه‌ای بود، تحریم‌های یک جانبه‌ای که آمریکا اتخاذ کرده، و به نظر من این نه فقط ادامه پیدا خواهد کرد، همونطوری که مهمان محترم شما هم گفتن تشدید هم پیدا خواهد کرد. اما به نظر من نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که فعلا با تمام درد و سرهایی که داره، با هر مصیبتی که شده، باید برجام رو زنده نگه داره. در حقیقت من فکر میکنم الان مدت هاست که برجام به اتاق ICU رفته، بدجور مریضه، امکان مرگش هست، ولی جمهوری اسلامی داره سعی میکنه اینو زنده نگه داره، اروپایی هم دارن سعی میکنن اینو زنده نگه داره، به خاطر اینکه حساب عمده جمهوری اسلامی اینه تا زمانی که انتخابات آمریکا در نوامبر امسال کامل نشده، ایران تصمیم مهمی در رابطه با مذاکره با آمریکا نخواهد گرفت، منتظر خواهد بود ببینه در انتخابات کی برنده خواهد شد. اگر آقای اوباما، اگر آقای ترامپ این انتخابات رو ببره، به نظر من اون موقع ممکن امکان داره که ایران وارد مذاکره بشه و شاید حتی صبر بکنه که انتخابات خود ایران هم برای ریاست جمهوری تمام بشه و بعد وارد مذاکره بشه. ولی اگر آقای جو بایدن این انتخابات رو ببره، به نظر من ایران وارد مذاکره خواهد شد با آمریکا و سر مسائل مختلف، حتی برنامه‌های موشکی ایران، سیاست منطقه‌ای ایران، این دو با هم دیگه مذاکره خواهند کرد. امروز اگر یک نکته دیگه هم به نظر من در شورای امنیت سازمان ملل خیلی روشن شد و باید جمهوری اسلامی این رو خیلی جدی بگیره، تمام کشورهایی که صحبت کردن طرفداری از برجام کردن، عادات شدیدی هم به سیاست‌های موشکی و جمهوری و منطقه جمهوری اسلامی کردن، و به نظر من ایران این رو میدونه و به خاطر همین هم سعی خواهد کرد تا جایی که امکان داره از برجام بیرون نیاد، چون میدونند، جمهوری اسلامی میدونند شاید یکی از دلایلی که آمریکا داره اینقدر فشار میاره، اینقدر داره در رابطه با پروژه ماشه صحبت میکنه، اینه که کار رو به جایی برسونه دولت ترامپ که اگر این انتخابات رو برد، آقای رئیس جمهور آینده آمریکا آقای جو بایدن نتونه به این سادگی برجام رو زنده نگه داره و وارد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بشه. آقای آرامش، شما فکر میکنید قدم بعدی ایران چه خواهد بود؟ تمامی تخم‌مرغ‌هاش رو در یک سبد گذاشتن کار اشتباهی است. از طرفی من هیچ بعید نمی‌دونم که آقای ترامپ همونطوری که سر بسیاری از مسائل دیگه کوتاه اومده، سر قضیه ایران هم با تمامی این همه خط و نشان کشیدن آخر سر کوتاه بیاد. ایشون یک ایدئولوژی خاصی نداره، جهان‌بینی خاصی نداره و بارها تصمیماتش در مسائل خارجی باعث استعفای دوستان و همیاران و همکاران ایشون شده. مثلا کشیدن خروج بدون هیچ هماهنگی از سوریه، وزیر دفاع ارتش بود مرس استعفا کرد. تحرکات مختلف آقای رئیس جمهور در قبال سوریه، روسیه و حتی ایران، جان بولتون مشاور امنیت ملیش که دیگر اونهایی که طرفدار رژیم چینج و تغییر رژیم هستن
دوستی بهتر از جان بولتون نمیتونن پیدا کنن. جان بولتون کتابشون رو بخونید، هر سه صفحه 4 صفحه یک بار داره در مورد تغییر رژیم در ایران صحبت میکنه که هی میگه چجوری میخواسته نظر ترامپ و کلا اون مسیر رو عوض کنه اگه از درگیری های مختلف با غیره و زالک و الف و ب و جیم و دال. چرا؟ چون بتونه دوباره دولت رو بر سر مسیر بیاره که فشارها رو تشدید بکنن بر ایران. ولی میدونسته که دیده رئیس جمهور در گهگاه اصلا هیچ علاقه ای نداره و میگه اگه من بتونم یک دیلی یا یک به قول معروف بده بسون خوبی با جمهوری اسلامی بگیرم کوتاه میام. اینا رو در نظر داشته باشید که از اون طرف هم دولت آقای بایدن تیم سیاست خارجیش تیم سیاست خارجی جان کری و آقای اوباما نخواهد بود، بیشتر شبیه خواهد بود به اون تیم سیاست خارجی آقای اوباما و خانم کلینتون در دوره اول آقای اوباما. تیم سنگین‌تری و سخت‌تری خواهد آورد و هم میگم در هم اونهایی که به صورت اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن همه تخمه‌هاش رو در یک سبد گذاشتن و هم جمهوری اسلامی که همه تخمه‌هاش رو در یک سبد گذاشتن، هر دو من زمان در هم اشتباه تاکتیکی میکنن، هم اشتباه استراتژیک. نه آقای ترامپ همچون دلش سوخته و اصلا خیلی علاقه داره به تغییر رژیم و اگر بتونه حتی یک چیزی رو از برجام بدتر امضا بکنه میکنه. چرا؟ ولی او به خاطری که او به خاطر دنبال مصلحت خودش و اسم خودش و اسم خودش در تاریخ است. و از اون طرف هم هیچ رئیس جمهوری به نظر من معذرت میخوام رئیس جمهور آینده مثل آقای بایدن یا اگه آقای بایدن انتخاب بشن با تیم سیاست خارجیشون با تیم سیاست خارجی آقای اوباما فرق‌های فاحشی خواهد داشت. اشتباه خواهد بود به نظر من از طرف. الان کاری که میتونن دو طرف بکنن اگر واقعا بنابر این است که بخوان اختلافاشون رو حل بکنن سر میز مذاکره بشینن، ولی مسئله این است اختلافات ایالات متحده و اختلافات جمهوری اسلامی در منطقه، اختلافات ایران رو نمیگم، ایران به عنوان یک کشور نه، جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام و ایالات متحده به عنوان یک کشور نظام شاخ به شاخ هم قرار دارن در لحاظ تضاد منافع. ایالات متحده یک استراتژی کامل و واحد و جامع مانی هم نداشته از زمان آقای کارتر، ریگان، بوش پدر، کلینتون، بوش پسر، اوباما تا همین آقای ترامپ، ولی جمهوری اسلامی داشته. جمهوری اسلامی هزینه کرده، زر خرج کرده، زور به خرج کرده، فشنگ داره، آدم عجیب کرده که امریکایی رو بکشه و از منطقه بخواد بیرون بکنه. تا موقعی هم که ایالات متحده این استراتژی جامعانه نداشته باشه متاسفانه همین آش از همین کاسه. متشکرم از هر دوی شما، آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی و محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی. سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم اعدام برای روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. غلام حسین اسماعیلی گفته که دادگاه 13 مورد از جرائم او را توأم با هم مصداق افساد فعل ارز دانسته. آقای اسماعیلی گفته که این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. آقای زم پیشتر در جریان دادرسی گفته بود اتهامهایش را قبول ندارد. روح الله زم در فرانسه اقامت داشت و سپاه پاسداران 22 مهر پارسال خبر بازداشت و انتقالش به ایران را اعلام کرد. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دادگاهی که حکم اعدام روح الله زم را صادر کرد، مؤسسه کانال تلگرامی آمد نیوز، موارد اتهامی متعددی که آقای روح الله زم داشتند، دادگاه 13 مورد از عناوین ریز اتهامات رو توأم با هم از مصادیق افساد فعل ارز دونسته و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده. حکمی که نهایی نیست و روح الله زم میتواند به آن در دیوان عالی کشور اعتراض کند. موارد اتهامی آقای زم 17 مورد بود، از جمله جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه، افساد فعل ارز، همکاری با آمریکا، نشر اکاذیب و توهین به رهبران فعلی و پیشین جمهوری اسلامی. این حکم البته غیر قطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، چنانچه از ناحیه ایشان یا وکیل ایشون فرجام خواهی بشه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و نهایتا هم رأی نهایی دیوان عالی کشور است که سرنوشت پایانی این پرونده را رقم خواهد زد. الله فقط به من اعتماد دارد. دادگاه روح الله زم با ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، فردی که به گفته فعالان حقوق بشر رابطه نزدیک با نهادهای امنیتی دارد و قاضی دادگاه‌های متعدد پرونده‌های امنیتی در چند سال گذشته بوده. شما گفتید اینها رو من خودم گفتم. در جریان دادگاه نوار مکالمات خصوصی روح الله زم و آنچه اعتراف‌های او خوانده می‌شد پخش شد و دادستان و قاضی بر همین اساس سوال‌هایی از او پرسیدند.
روح الله زم فرزند محمد علی زم روحانی سرشناس و رئیس سابق حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است. او پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388 به پاریس رفت و ابتدا وبسایت و سپس کانال تلگرامی آمد نیوز را راه انداخت. رسانه‌ای که روح الله زم ادعا می‌کرد اخبارش را با ارتباط‌های خاصی که با ایران دارد به دست می‌آورد. اما نقطه اوج فعالیت این کانال تلگرامی اعتراض‌های دی ماه 96 بود. در این روزها تعداد مشترکان این کانال به 2 میلیون رسید. دستگیری روح الله زم سرشبکه سایت ضد انقلاب موسوم مهر ماه پارسال بود که سپاه پاسداران ایران خبر از دستگیری روح الله زم داد. زم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز. از گمان زنی های مختلفی درباره شیوه دستگیری او منتشر شد. فهمیده بود که سرانجامش چنین است. اما یک منبع به بی بی سی فارسی گفته بود که دستگاه اطلاعاتی عراق همزمان با ورود هواپیمای حامل روح الله زم به بغداد او را بازداشت کرده و بعد او را به ایران تحویل داده. سازمان گزارشگران بدون مرز که پیشتر در مورد حکم اعدام برای روح الله زم هشدار داده بود، در واکنش به این حکم خواستار لغو آن شده. روح الله زم پس از روبودن و بازداشت غیرقانونی در دادگاهی ناعادلانه به مجازات غیرانسانی مرگ محکوم شده است. ما خواهان لغو فوری این حکم از سوی مقامات قضایی ایران هستیم. روح الله زم اتهام‌هایی که علیهش مطرح شده را قبول نکرده بود و حالا باید دید سرنوشت این حکم در دیوان عالی کشور چه خواهد شد. کاوه مشکات، بی بی سی. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح از لندن با ماست. خانم عبادی، ارزیابیتون از روند رسیدگی به این پرونده چیه؟ قبل از اینکه من ارزیابی خودم رو بدم اجازه بدین که علت این که چرا الان دارن این حکم رو اعلام میکنن بگم. کارای دادگاه انقلاب و اصولا پرونده این چنینی بی حساب کتاب نیست، یعنی حساب کردن دقیق روزی که همه توجه ها و رسانه ها میره به شورای امنیت به خاطر مسئله مهمی که در اونجا مطرحه برای ادامه یا بقای تحقیق های تسلیحاتی ایران، آمدن این حکم رو که قبلا هم خیلی ها پیش بینی میکردن اعلام کردن. پس در حقیقت از سکوت رسانه‌ای یه چنین استفاده هم میخوام بکنن. اما این حکم یک حکم قضایی نیست بلکه حکم سیاسیه. همه ما میدانیم که به چه شیوه غیرقانونی زن رو بردن به ایران. او رو در حقیقت میشه گفت رو بودن با حیله کشوندنش به عراق و از اونجا که حیات خلوت ایران بود او رو بودن. بعد در مهمترین مراحل دادرسی طبق قانون فقط و فقط وکلای مورد وسوق حق دخالت دارن، یعنی افرادی که مورد اعتماد متهمان هستن نمیتونن وارد دعوا بشن. وقتی که تحت فشار متهم علیه خودش انواع اعترافات غیر واقعی رو کرد، تازه میخوان بیان اون رو محاکمش بکنن. در محاکمه هم دیدیم بسیاری از اطلاعات و اتهامات رو آقای زم رد کرد. در حقیقت کاری که زم کرده میشه گفتش که اطلاعات درست و نادرست رو به خورد مردم داده. آیا سزای اطلاع غلط و اطلاع رسانی نادرست اعدامه؟ نه. اگر اینطوری بود خیلی از رسانه های داخلی بعد از جمله صدا و سیما رو بستی اعدام میکردن. خانم عبادی، سخنگوی قوه قضاییه گفته که این حکم قطعی نیست، امکان فرجام خواهی هست در این حکم. چقدر میشه امیدوار بود که اینطوری شما میگین روند رسیدگی عادلانه نبوده، چقدر میشه امیدوار بود که روند فرجام خواهی عادلانه باشه؟ این کاملا بستگی داره به واکنش جامعه مدنی در ایران و در سطح بین المللی و همچنین اینکه رسانه‌ها به این مسئله بپردازن و توجه مردم رو جلب کنن یا خیر. و از همین روز که من
در ابتدا هم با این مسئله شروع کردم که بی خود نیست که همزمان با جلسه شورای امنیت دارن این حکم رو اعلام میکنن، برای اینکه توجه ها تمام بره به شورای امنیت و کمتر صحبت بشه راجع به این حکم غیر عادلانه اعدام. عده معتقدند که از جمله اتهام های آقای زم فساد فی الارض، بسیاری از منتقدان معتقدند که این یک اتهام بسیار گسترده است که بسیاری از فعالیت ها از جمله فعالیت های خبررسانی و روزنامه‌نگاری ممکنه زیر مجموعش قرار بگیره. همینطوره، معمولا از کلمات مبهم در قانون استفاده شده برای اینکه اون رو مانند شمشیری علیه منتقدین به کار ببرن. در حقیقت اون چه که روح الله زم در آمد نیوز کرده یه سری اخبار درست و یه سری اخبار نادرست رو به خورد مردم داده. حالا سوال من دقیقا از رئیس دادگاه این است که اخبار نادرست رو پخش کردن آیا مجازاتش اعدامه؟ اگر اینطوری بود که من قبلا هم گفتم بیاین رئیس صدا و سیمای ایران رو اعدامش کنید. متشکرم. شیرین عبادی، حقوقدان. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، بار دیگه حکم اعدام، در حالی که موارد دیگه‌ای که شاهد احکام اعدام بودیم شاهد کاهش آنچه جمهوری اسلامی جرم میدونه نبودیم. بله، ببینید، به هر حال مورد آقای زم خب مورد استثنایی است در موارد در مقایسه با حکم‌های اعدامی که صادر شده. معمولا حکمای اعدام سیاسی به افراد داده می شد که روی فعالیت های کنشگرانه داشتن یا اقداماتی کرده بودن در روی زمین، ولی در مورد آقای زم به هر حال اطلاع رسانی که انجام داده بود و همونجور که خانم عبادی گفتن خبرهای درست یا غلط در سایت آمد نیوز بود، ولی به هر حال میزان نفوذی که داشت، اون میزان نفوذ باعث شد که مورد توجه قرار بگیره که بخوان اون رو برگردونن و همچنین نقشی که در مسائل مربوط به دی 96 داشت 96 داشت به هر حال مورد حساسیت واقع شد، هرچند که دی 96 به نظر بسیار از کارشناسان با تحریکات خود بلوک قدرت شروع شد، یعنی بخش از بلوک قدرت حرکتی رو کلید زد که دولت روحانی رو پیاده کنه، ولی خب در نهایت ناموفق موند. مسئله اساسی این هست که ببینیم که در جمهوری اسلامی کلن به مقوله خبر اطلاع رسانی چطوری توجه میشه، اونم به هر حال میدونید که همین میخواستم بسیم آقای نامور، علت رونق گرفتن شبکه‌ای مثل آمد نیوز در حالی که تقریبا اکثر مخاطبانش میدونستند که خبر جعلی درش کم نیست چی بود به نظرتون؟ ببینید، وقتی که انقلاب پیروز شد یکی از مسائلی که بود به هر حال در دوره شاه سانسور خبری حاکم بود، جامعه آزادی نبود به لحاظ خبررسانی و یکی از شعار انقلاب هم مسئله آزادی بود. به هر حال شما می‌بینید که بعد از انقلاب حداقل تا سال 59 قبل از جنگ با عراق یک انفجار اطلاعاتی و خبری در جامعه ایجاد شد، گروه‌های مختلف اومدن، ولی خب اون همیشه در انقلاب‌ها گروه‌های حاکم این رو بر نمیتابن، اون آزادی خبری. دو گروهی که در حقیقت میشه گفت بعد از انقلاب قدرت دست گرفتن، گروه روحانیون و گروه انقلابیون، اونها براشون مسئله اطلاع رسانی خبری، آزادی خبری چندان اولویت نداشت. روحانیت بنا به ساختش که بر تکیه بر وعظ داره همش به دنبال مونولوگ هست، یعنی سخنی رو، موضوعی رو برای شنوندگانش مطرح کنه، یقینی رو برای شنوندگانش مطرح کنه و اونا پذیرا بشن. هیچ وقت در منبر وارد دیالوگ نمیشن با مخاطبینی که در مسجد حضور دارن. انقلابیون هم معتقدن خب انقلاب راه تکامله و بایستی حالا به زور هم که شده جامعه ماشین دولت یا ماشین حکومت رو و جامعه رو برد به سمت اهداف انقلابی. بنابراین در این دو گروهی که قدرت در دست داشتن مسئله خبر عملا بی‌معنی بود به اینکه مفروخان آزادی خبری باشه یا فضای انتقادی باشه در خبر. جامعه از سه مورد نیاز به خبر داره. یکی از جنبه اطلاع رسانی، یعنی در مورد موضوعات اطلاع پیدا کنه که توی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی این افزایش پیدا می‌کنه. یکی جامعه نیاز منفعتی داره. خبر کاربرد منفعتی داره، به خصوص در مورد مسائل اقتصادی، صنفی و اجتماعی خبر
نیاز منفعتی جامعه است و یکم نیاز انتقادی است. جامعه نیاز داره، به خصوص جامعه ایران که میشه گفت بعد از انقلاب و حتی الان یکی از سیاسی ترین جوامع دنیاست. جامعه نیروی تحصیل کرده و جوانش زیاده و نیروی تحصیل کرده و جوان نیاز به نگاه انتقادی داره به موضوعات. خب خبری که در جمهوری اسلامی تولید میشد این رو باز نمیتابید. در دوره جنگ مطلقا، بعد از جنگ یک تحرکاتی در دوره آقای هاشمی شروع شد، وجود همشهری و سلام یک کمی روزنه‌هایی در حوزه سیاست و اجتماع باز شد، اما میشه گفت که در دوره آقای خاتمی یک فضای جدیدی شد برای اطلاع رسانی و خبررسانی که خب همون موقع اگه نگاه کنید توجه به رسانه‌های خارجی کم شد و در حقیقت رسانه‌های داخلی شد نقل قول و مرکز رسانه‌های خارجی و خب این تحول بزرگی بود، ولی خب این روزنه بعداً بسته شد. الان واقعیتش این است که جمهوری اسلامی با این بحران مواجه است که از یه طرف میخواد صدای خودش رو، رسانه‌های جمهوری اسلامی میخوان صدای خودشون رو ریپرزنت کنن، کسی دیگه رو نمیخوان به رسمیت بشناسن، ولی در مواقعی که دعوا تو بلوک قدرت هست، مثلا فرض کنید الان با دولت روحانی دعوا دارن و میخوان دعوا کنن، فضای انتقادی علیه دولت روحانی رو مثلا در تلویزیون افزایش میدن. و سوم این که در مجموع هنوز نتونستن به یک بالانس خبری پیدا کنن، برای که فکر میکنن کنترل اجتماعی و سیاسی از دستشون خارج میشه و به هر حال این روند دارن ادامه میدن، ولی فضای مجازی داره فشار خودش رو اعمال میکنه در بالانس خبری. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و اما در ساعت گذشته، سازمان آتش نشانی تهران از آتش سوزی در یک درمانگاه در خیابان شریعتی این شهر خبر داده. سخنگوی این سازمان گفته که انفجارهایی هم در این محل رخ داده که ممکن است مربوط به وجود کپسول‌های اکسیژن باشد، اما هنوز علت حادثه مشخص نیست. گفته شده که آتش سوزی و انفجار در یکی از طبقه‌های زیرزمین این درمانگاه اتفاق افتاده. هنوز آمار دقیقی از مصدومان این حادثه اعلام نشده. همکارم مریم افشنگ در استودیو با ماست، جزئیات خبر رو دنبال کرده. الان وضعیت چطوره؟ اون چیزی که ما تا اینجا میدونیم اینه که کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی پایین تر از میدان قدس که مرکز تصویر برداری سی تی اسکن و ام آر آی بوده دچار انفجار شده. شاهدان عینی میگن که صدای دو انفجار رو شنیدن، بعضی ها میگن که بوی گاز احساس میکردن قبل از انفجار، ولی به نقل از مسئولان اونجا گفته شده که احتمال این که، یعنی رئیس مرکز اورژانس تهران گفته که احتمال اینکه کپسول اکسیژن آتش گرفته باشه و که ترکیده باشه هست، ولی آتش نشانی باید تحقیقاتش رو انجام بده تا مشخص بشه. تصاویر دست ما رسیده، یعنی تصاویری که در شبکه‌های مجازی دیده میشه که میتونیم الان ببینیم که کسانی که توی ساختمون گرفتار شدن و در واقع میگن که داریم خفه میشیم. ببینیم تصاویر. مریم، این ساختمون این کلینیکه؟ اینطوری که گفته شده در واقع در شبکه‌های مجازی، این ساختمون گویا ساختمون کلینیکه. چیز دیگه که هست اینه که ماموران آتش نشانی دارن تلاش میکنن مردم رو و در واقع کسانی که در ساختمون هستن، کارکنان اونجا رو از بالا پشت بون نجات بدن. تصاویری دیده میشه که بیمارانی که اونجا بستری هستن رو تونستن بیارن بیرون. در هر صورت هنوز نه دقیق معلومه که چند نفر مجروح و مصدوم شدن، آیا خسارت جانی داشته یا نداشته. هنوز علت وقوع این انفجار مشخص نیست و گفته شده گویا آتش خاموش شده، ولی شاهدان عینی که اونجا هستن میگن هنوز دود هست. تصاویری که اولش منتشر شد، اولی آتش سوزی دیده میشد، بعد صدای یک انفجار خیلی بلند بود. آیا اون آتش سوزی اول مشخص شده که آیا اونم ناشی از انفجار بوده یا نه؟ ولی چیزی که میگن
صدای دو تا انفجار با هم شنیده شده، یعنی به فاصله چند دقیقه صدای دو تا انفجار اومده. هنوز واقعا معلوم نیستش که دلیل هیچ کدومش چی بوده. یه نکته دیگه هم اینه که مدام در واقع مسئولان میخوان از مردم که هم به دلیل کرونا، هم به دلیل اینکه امکان سرعت بخشیدن به نجات آدمایی که اونجا هستن، از مردم میخوان که تجمع نکنن، اون محل رو خالی کنن. خیابون شریعتی رو هم میگن از حد فاصل پل رومی تا میدان قدس بستن که بتونن سرعت بدن به کمک رسانی. متشکرم مریم. معاون استانداری تهران به شبکه خبر صدا و سیما گفته که علت حادثه نشت گاز بوده. این به گفته معاون استانداری تهران. در بخش‌های بعدی خبر مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. ممنون از مریم افشنگ. اگر تا حالا بسکتبال بازی کرده باشید میدونید که چقدر گل زدن سخته. حالا یک ورزشکار ایرانی قصد داره در این زمینه رکورد گینس ثبت کنه. اون هم نه پرتاب عادی، بلکه پرتاب توپ از ته زمین بسکتبال و گل کردنش. علیرضا صادقی، ورزشکار معلول اهل اصفهان، ماجرای ورزشکار شدنش و به فکر افتادن برای ثبت رکورد رو برای همکارم پریزاد نوبخت تعریف کرده. با هم ببینیم. علیرضا صادق هستم، 46 ساله، از اصفهان، ورزشکار. من با ضربه مشتم توپ رو از این طرف زمین، یعنی از فاصله 26 متری به سبد روبرو در زمین بسکتبال پرتاب میکنم و اون توپ گل میشه که در نوع خودش هم یه رکورده. من تقریبا دو هفته یه بار یه تمرین بسکتبال یا حتما دارم، نزدیک به 600 تا ضربه میزنم. خیلی فشار زیاده و چند روز طول میکشه تا خوب بشم تا بتونم دوباره تمرین رو انجام بدم. من 2 سالم بود آمپول اشتباهم زدن، بیمار فلج اسفال گرفتم و از ناحیه 2 تا پا معلوم شد. یه پام 100%، پا راستم، پا چپم هم 75%. از همون بچه که عاشق ورزش فوتبال بودن. فوتبال، فوت یعنی پا، توپ، که من متاسفانه پا را نداشتم. با دست شروع کردم به فوتبال بازی کردن، یعنی به حالت تا دست و پا. هم تا اینکه جنگ شد تو ایران، محلمون بمبارون شد و خلاصه از موج انفجار تموم بشه خورده شیشه ها ریخته بود کف کوچه. دست من شد اصلا توانایی نداشت رو شیشه ها بازی کنه. این بار شروع کردم به طراحی کردم فوتبال با عصا. یکی از دوستان به من گفت که خب تو که بچه که با دستت فوتبال بازی کردی، یه رکورد ثبت کن، توپا بنداز تو حلقه بسکتبال رو زمین. جلسه اول که رفتم خب توپا از وسط زدم، خب دیدم خیلی راحته، یه متر یه متر رفتم عقب تا کل زمین شد. من دوتا آرزو دارم، یکی آرزوم ثبت رکوردم تو گینس و یکی آرزوی دیگه هم اینه که بتونم یه روزی تو یکی از ورزشگاه‌های بزرگ دنیا یه فوتبال خیلی خوب رو تماشا کنم. نظرم اینه که هیچ کس نباید ناامید باشه تو زندگیش. مثل من آقا، من پا نداشتم شدم یه فوتبالیست. مثل بتهوون، گوش نداشت شد یه موسیقیدان. اصلا انسان ساخته شده برای اثبات اینکه هیچ محدودیتی برای زندگی وجود نداره. با خانه‌نشینی مردم در دوران کرونا، مدهای جدیدی در حال پیدایشه. تماس‌ها و جلسات کاری که از طریق کامپیوتر و وبکم برگزار میشه، باعث شده خیلی‌ها بالاتنه رسمی بپوشند و پایین‌تنه با لباس راحت خونگی باشن. سارا تامز نگاهی کرده به اینکه چه لباس‌هایی برای کار از خونه مد شده و چه لباس‌هایی از مد افتاده. دانیل بویی یکی از تاثیرگذارترین طراحان مد در سنگاپور است. در ماه‌های اخیر او مد لباس‌های شیک را با لباس‌های راحتی تلفیق کرده. سبکی را که او حالا پیشنهاد می‌کند مناسب کسانی است که دفتر کارشان میز ناهارخوری خانه است. مد من داره کارآمدتر میشه، اما کارآمدی به معنای کم شدن خلاقیت نیست. یه رازی رو بهتون بگم. چون برای یه جلسه ویدیویی لباس خوب می‌پوشین، به این معنی نیست که همه روز باید لباس رسمی تنتون باشه. اگه 3 جلسه مختلف داشته باشم فقط کتم رو عوض میکنم.
برای خیلی از ماها لباس‌های کارمون یعنی کت و دامن و کفش و حتی شلوار رو هفته هاست از کمد در نیاوردیم. با بیشتر شدن کسانی که از خونه کار میکنن، لباس به طور قابل توجه خودمونی تر شده و بعضاً دو شخصیتی شده. مردم باید برای جلسات ویدیویی کارشون لباس رسمی بپوشن، اما فقط از کمر به بالا. فقط حواستون باشه جلوی دوربین پا نشید وایسید. در دوران کووید 19 تک فروشی ها و فروشگاه های مد برای لباس های بالاتنه تقاضای بیشتری داشتند، اما نه برای پایین تنه. لازادا، بزرگترین فروشگاه آنلاین در آسیای جنوب شرقی، میگوید تقاضاهای آنلاین برای لباس خواب زنانه 230% افزایش داشته از ژانویه تا پایان ماه می. سفارش شلوارک مردانه 100% بیشتر شده. تیشرت بدون آستین مردانه 200%. بسیه به عنوان یک طراح لباس که از خانه کار می‌کند، مدت هاست که لباس‌های راحت را ترجیح می‌دهد. او دوران کرونا را یک فرصت تجاری دید و برای مد جدید تولید تازه را شروع کرد. اینا لباسایی هستن که با حال و هوای روز مرتبطن. احساس می‌کنم این مد جدید موندنیه چون خیلی با ما اخت گرفته. بعضی طراحان مد مصممند که بعد از پایان این همه گیری جبران مافات کنند. اما سوال اینجاست که آیا لباس‌های شیک تلفیقی در کمدهای ما میمانند یا سر از حراجی‌ها در می‌آورند؟ سارا تامز، BBC نیوز، سنگاپور. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و یوتیوب ما تماشا کنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید. We'll be right back.